الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، بینده های تلویزیون ایمان و برنامه هفتوار انعکاس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم تا لحظاتی که ما را روی پرده های تلویزیون تانیا از طرق دیگه مشاهده میکنین، صحت، سرحال و جمله خوشی های عالم نصیبتان بوده باشه. به این امید گفتگو امروز خدا، برنامه امروز خدا آغاز میکنیم و امیدوار هستیم که لحظات چندی که با ما هستین مصدر خدمتی شده باشیم و استفاده لازم از گفته های بنده و چیزهایی که جمع آوری شده برای شما کرده باشیم. و هفته های گذشته نظر به مشکلات تکنیکی اگر ما حاضر نشدیم برای پرده، البته این نواقص همیشه می باشه، مشکلات تکنیکی با مجبوریت ها و محدودیت هایی که داریم همیشه ما این چلنج ها را روبرو هستیم و مقابل هستیم. به هر صورت امیدوار هستم که هفته‌های آینده هم که میاد براتون هفته‌های خوشگوار بوده باشه. به امید صحبتی که پیش از اینکه ما به صحبت های خود داخل شیم، راستی هر روز که خبرهای جهان آدم تحقیق میکنه واقعا چیزهایی میشنوه که اکثرش آدم هم انتظار داره هم نداره. ما انسان ها ضعیف هستیم و چیزی که خداوند ارادهش باشه و حکمتش باشه هم واقع میشه و ما جزی که قبولش کنیم دیگه چیز نداریم. و دعا کنیم به دربار خداوند و دعا کنیم که خداوند ایمان ما را با من راضی با مو درجه داشته باشه که بتانیم این مسائل کلش درک کنیم و جذب کنیم و رقت بفهمیم که چرا این مسائل رخ میده در دنیا. اول چیزی که ما صحبت میکنم با موضوع خود همی میکروب کرونا ویروس کرونا که به حساب از چین به حساب فرا گرفته و خارج شده از سرحدات چین حتی به بنگلادش، هندوستان و سعودی عربی و در عربستان سعودی هم و همچنان دو کیسش در امریکا هم دیده شده. این همی میکروب یا که ما ویروس میگیم فرق داره از باکتریا و آخرین کل ما میفهمیم. این ویروس است که سرایت میکنه که با دیگه و این شروع ازی از خود شعار که به نام شعار ووهان میگن، ووهان چینا یا چین، در اونجا شروع شده و این کسی که دانشمند ها متخصصین میگن که از چی شروع شده، از مواد حیوانی، از گوشت حیوان یا منبعش اساسش گوشت حیوان است، گوشت حیوانات مختلفه. قرار که ما شما میفهمیم در چین همه چیز یا میخورن و این ویروسی که داخل وجود واسه به انسان سرایت میکنن و این تاوال 26 نفر کشته در چینا در چین و همچنان نیچی میکنه سلفه داره، نفس تنگی و کمخونی یا به آدم باعث میشه و التهاب شش ها و بوسه واساسته آدم به طرف مرگ میبره. یعنی یک مرض بسیار خطرناک است که همیاله دودود 12 میلیون نفر در شهر که از اموی شروع شده کل از یا زیر قرنطینه هستن و یا شدید زیر مراقبت هستن و کوشش میکنن که حتی قرار که دیده میشه چند روز پیش گفتن در ظرف یک هفته یا میخواین یک شفاخانه بسیار کلان مجهز بسازن. همیاله که ما شما صحبت میکنیم این شفاخانه همیاله دال ساختن است و این کلش تب و تلاش است که صورت میگیره و قراری که من یاد تکس گرفتم امید جان جادو باز فریز کرده. اگه شما یک توجه کنی سونش برای زی که این مشکل ما داریم در فیسبوک هم اگه دیده نشیم در جادو هم تنها ساتلایت میباشم و مینده های ما رو محدود میسازه. امید انشالله که توجه کنین. ما میفهم مشکلات تکنیکی از طرف خود جادوست و اینو ما چندین بار برشون مراجعه کردیم اما مشکلات اول که نتونستن بر دلیل کس بازم امید جان حتما یک توجه میکنه. امیدوار هستیم کسایی که ما را از طریق جادو میبینن معذرت ما را قبول کنن. نگه کم ما و کرم شما کوشش نایی خود میکنیم. از قرار که معلوم میشه خود جادو هم کس مشکلات اقتصادی خود داره و پول مانه که جمع نمیکنه و سرور که دارن کوچکتر از این تعداد تلویزیونی که شما در پردایشان میبینید. یعنی در حد هم خود دیوایس خود مفروشند و پشت دیگهش نمیگردن. از این خاطر جنجال خلق شده که تا
تمام چینل های شکایت دارن. امیدوارستم که رفع شد. به هر صورت کپسر این ویروس چی بود؟ و کسایی که ما را از طریق جدید ها نمیتونن در اینترنت در www.iman-tv.com ساین اپ کنن، داخل شون لاغین کنن، دوام ما را میتونن دیده. بسیار آسان گوگل کنین iman-tv.com از طریق هم دیده میشه. دیگه به هر صورت قصه سر میکروب جهانگیر بود که تقریبا کل مسافری نظر جایی که من در میدان های هوایی ها شدیدن کنترل میشن و این تب داره، تب پیدا میکنه، آدم تب میگیره و از این خاطر یا درجه حرارت ها کسایی که در میدان های هوایی کار میکنن این رو پیشانی مسافر ها میمونن و خوی بعض جادو ها میگن که درست کار میکنه، بعض نمیکنه. یعنی من ایفون که این جادوی پلاس 5 پلاس که هست البته مشکلات داره. به هر صورت دیگه پس سوال سر از این بود، بسیاری کسا تشویش داره که چی میشه خود سرش کار میکنن که اگه بتانن این میکروبه یا این ویروس واکسین شد پیدا کنن ببینیم در کجا میرسه. بخیرم برداشتی که ما کردیم و همه چیز یا کلش لشکرهای خداوند است. همه تو که تاون میه در جای مرض وبا میه، مرض مثلا مورقم میامد و امثال از این مرض ایدز یا کلش مخلوقات خداوند هستن. این چیزهای زربینی که ما شما میبینیم و خداوند به امر خدا این چیزها کلش به حساب میتونه که سرعت پیدا کنن و پخش شوند به کل جای. از مشکلات مسلمان های چین کل ما آگاه هستیم که به چه اندازه سر از یا ظلم است و به میلیون ها نفر یا از خانه و جایشون به جای ساختن، در کمپ های بسیار زیر ظلم و ستم یا جای به جای کردن، خانمهایشون به حساب مورد تجاوز متاسفانه قرار میگیره، اولادهایشون از هم جدا میشه و این حالت یک گفتیگان قتل عام مسلمان ها رو در چین کلگی مشاهده میکنن و کلگی صدای خود نمیکشن و اگه میکشن هم جایی رو نمیگیره. اما خداوند خودش دیرگیر سختگیر است. من مطمئن استم که یک حلامه است که خداوند برزی مردم نشان میده که اگر شما در قسمت مخلوقات ما رحم نمی کنین ما یک شکل آفت بالای شما مثل که اقوام پیشتر این تجربه کردن بالای شما می و از ترس و قهر خدا آدم از قهر خدا آدم باید بترسه و از این خاطر یه یادآور شدیم که مسئله در این قرار است. و موضوع دیگه که کل ما شما امروز با سر زبان هاست که واقعا یک موضوع است که کل اگیره دلش از سوختاند و کل اگیره غمگین ساخت. همین باسکتبالر بسیار مشهور امریکا که کوبی براین نامش بود و کل اگی آشنا بود که از 17 سالگی داخل باسکتبال میشه و شهرت بسیار کم نظیر پیدا میکنه و به مقام مایکل جوردن یا میرسه و با سقوط هلیکوپتر از این که با خودش با چمن 9 نفر با دختر جوانش و دیگه اعضایی که در طیاره بودن سقوط میکنه و از بین میره و خیلی یک فاجعه است. و میبینیم که حیات انسان یکی در هر جای باشی مرگ بالای آدم در قسمت میرسنه خدا به اشکال مختلف و نامای مختلف ما به نوبت از این دنیا میریم و ای کل از این بر ما یک اختار است، یک خبر است که ای انسان غافل آگاه باش که وقتی تو هم میرسه مهم نیست که در کجا هستی، مهم نیست که چقدر پول داری، چقدر دارایی داری، چقدر مشهور هستی، چقدر تیاریت خوب است، کل ما میریم. اما خوش به حال کسایی که البته طرف گپ ما هر کسی که با ایمان از این دنیا بره الحمدلله و این یک نعمت خداوند است و یک لطف و مهربانی و رحمت خداست که آدم با ایمان از این دنیا برد و کسایی هم که نمیرن این را آدم قید از خداوند میفهمه بهتری که با زبان که کلمه میگه کی نمیگه و قضاوت بگذاریم و خود خداوند که قاضی اصلی است. اما ما باعث بشر، باعث انسان، با مرگ هر کس ما متاثر میشیم. از دست داستان هر عزیز، هر دوست و هر کسی که در جامعه ما مطرس ما رو متاثر می سازه و این خواص انسانی ماست که میگه بنی آدم هزای یک دیگر هم در آفرینش یک جوهر هم و این انسان تا جایی که نبارش میگن انسان بسیار
خوبی بوده و خودم ای اسپانوی های ما در اینجا ای اسپانش ها ای را بسیار دوست داشتن. این میگن یک انسان بسیار کسی بوده که در بین مردم در قلبای مردم جای داشته، کارهای کرده به شکل کلگی را زیر تاثیر کارهای خود گرفته. حتی ما شنیدم که تیم فوتبال دخترای افغانستان هم کمک کرده بوده. مانه عزیز که این انسان ایده ها و فکرهای بسیار خوب داشته و می سفرش هم یا از جایی که به جای دیگه می رفته، قراره که کل ما می فهمیم در یک تورنمنت باسکتبال که دخترش در او بازی میکرده شرکت میکرده و اساس همی تورنمنت یا همی اساس همی بنیاد هم همی آدم گذاشته بوده بر جوان ها. یعنی مانه عزیز می خواهی کارهای نیک کنن بر صورت متاثر شده. این خبرهایی بود که شنیدیم. حالا میرسیم سر پروگرام امروز، چیزی که ما در فکر داشتم که هفته پیشتر و یک سلسله موادش هنوز پیشم است، خواستیم که یک سوال جواب داشته باشیم. سوال جواب به این مانا که سوال ها رو ما مطرح میکنم، هر کس جواب ها رو پیش خود میتره و اگر جواب درست بود خب الحمدلله، اگه نبود یک چیزی آدم میاموزه. و سوال میگن سوال کردن نصف علم است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کسی که سوال میکنه نصف علم و حساب تکاپو میکنه، جستجو میکنه. و جالب است خودم سوال کردن، اگه متوجه باشین وقتی که مسائل آدم از طریق سوال جواب مطرح میکنه کمتر فراموش آدم میشه. و زیادتر سوال های ما توان سوال هایی است که در حدود دین است، در حدود از چی رقم ما دانش دینی خود زیاد کنیم. یک چیز متوجه باشین که با ما بسیار دوستای ما لطف مهربانی دارن، همیشه در جای مورد تشویق و ترغیب من قرار میدن. ما خودم این چیز های از این نکنیم که معلم دین هستم. ما خودم یک شاگرد دین هستم و از علما میاموزم و در مطالعه و جستجوستم که هر روز بتانم دانشم بالاتر شد. اما هدفی که من پشت از این پرده تلویزیون میشینم به خدا معلوم است که این چیز دیگه نیست جز از اینکه اگه بتانم اگه یک کلمه را که خودم یاد گرفتیم امرای شما دوستا شریک شم، این بر من مایه افتخار است و هم شما داخل خیر و ثواب میشین، همه را داخل خیر و ثواب میسازیم. یعنی در حقیقت برادرانه و کسایی که خوارم هستن، مادرم هستن، با کمال احترام که برشان داریم این حرص کردم که کدام هدهای دیگه نداریم از این و الحمدلله احترام کلگی رو داریم. هر کس در جای خود میگر تو میدانی که در دلها خداست، پس تو رو تعظیم هر دل مده هاست. سوال اول که ما مطرح میکنم که سوال ها شاید اکثرش بسیار سادگی بفهمین، اما این یک یاداوری است که میگه خداوند متعال چگونه جنها را از آتش آفرید. سوال اول ای است، یعنی جوابش میگه که جن از آتش آفرخته شده. و بعضی کسا در قسمت جن سوال ها دارن، میگن شاید مزخرفات باشه و تو باشه تو باشه، اما ما شما کسایی که با قرآن آشنایی دارن میفهمن که یک سوره به نام جن یاد شده و خود جن از مخلوقات است که مثل انسان ها اونا رقم ما گروپ های مختلف و ادیان مختلف و مذاهب مختلف دارن و اونا مورد سوال جواب هستن مثل انسان ها باره. من تا شکل زندگیشون رقمی که خلق شدن فرق داره از ما. ما انسان ها را از خاک خلق کرده خداوند که و اجنه را از آتش و آتش هم میگن از جایش خلق کرده که وقتی که آتش شما سعی کنین در وسط شعلهش یک سفیدی است که سفیدی را اگر خوب متوجه شین شما طرف دیگه که بخواهید ببینید میتونید از داخل سفیدی ببینید. میگه خداوند جنار و حساب از امو قسمت خلق کرده که با کسی قابل قبول است یا نیست مربوط عقیدهش است، اما این عقیده اسلامی ماست. و از این خاطر پیدایش و خلقت جن میتونه که خالق بیچون رشته را امر فرمود تا آب آتش و هوا را جمع کند و بعد آتش را بیشتر نماید. یعنی مثل که در خلقت انسان ها گله و حساب جمع میکنن در جای مختلف و آب کدش مخلوط میکنن و انسان ساخته میشه به شکل گل که ما میگیم که تین میگفته میشه این ساخته میشه. اما اجنه را همین چیز به فرشته ها امر میکنه و از او، یعنی فرشته ها قبل از تمام مخلوقات دیگه آفریده شده که کلشان در خدمت خداوند است. و سوال دیگه که از امام ابو حنیفه را چرا ابو حنیفه میگن؟ اول کسایی که اطلاع دارن میفهمن که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یکی از بزرگای است، یکی از شخصیت هایی است که
ما کل ما با شخص شاسم هستیم و در راس مذهب حنفی یا حناف که میگن رهبر رو پیشواش بوده، اما تمام مذاهب دیگه هم که هستن رهبرهای خود از آد خود دارن، مخصوصا چهار مذهب و جمع امام جعفر صادق که اینا برشان یک مذهب و حساب چی میگن انتصاب میدن، این که داشته نداشتم از یاد سالیزی صحبت نمی کنم، اما قابل قبول ما شما بوده و از جمله کسایی که اهل تسنن یا ما میگیم با چهار امام ما آشنایی داریم که پیش امام ابو حنیفه است که به نام امام اعظم هم یاد میکنن و امام مالک، امام شافعی و دیگه امام احمد که چهار مذاهب است. و اشتباه نشه بعضی کسا میگن که من در مذهب هیچ کس نیستم، ما دین ما اسلام است و متابع سنت و فرمایشات پیغمبر صلی الله علیه و آله واضح است که هست، اما مذاهب ما بسیار سادگی تا جایی که ما در بارش میفهم مذاهب مثل دوربین هاییست که ما همو زوایای دین که نمیتونیم به درستی بینیم بر ما اینا روشن کردن، کلش به اساس احادیث و به اساس آیات قرآن و رقمی که آمده کلش اساسات یکی است و هر کدام شده اگر شما چیزی را یافتین خلاف سنت و قرآن بود ایره به دیوار بزنیم. از این خاطر امام ابو حنیفه را که میگن و بطور قوی است که خصلت یعنی اخلاق بسیار شایسته داشته، حنیف بوده، مثل که ما شما ابراهیم با نام حنیف و قرآن یاد میکنم، ملت ابراهیم یعنی حنیف و از او خاطر امام حنیفه میگن و دختری داشت با نام حنیفه و یوم در قسمت نامش است چند کلمه در باره امام ابو حنیفه یاد گرفتیم. و ای که سوال دیگه که است در قسمت غسل مایت است، این سوال مختلف است، وقتی مایت ما شما میشنویم چی از غسل مایت چی حکم دارد و شرایطان چی است؟ یه واقعیت از کل ما میموریم باید بفهمیم غسل مایت بر اشخاص زنده فرض کفایه است، یعنی کسی که فرض کفایه را ما تعریف کردیم و این مانا که اگر یک نفر یا چند نفر همین کار انجام میدن از گردن دیگرهای فرض ساقط میشه مثل نماز جنازه، اما فرض عین وقتی که میشه هر کس باید امو قسمت خود ادا کنه. و از این خاطر برای جواب غسل مایت ما گفته میتونیم که این فرض کفایه است، تکرار به شرطی که طاق باشد سنت است. شرایط غسل مایت این است که مایت باید مسلمان باشه، مایت باید مسلمان باشه و این که طفل سقط شده نباشد و همسال از این کسی که شهید شده میگن غسل نمیدنش با غسل و مرخم دفنش میکنن. سوال دیگه که هستیست که اگر ما قسمت ایده این که سیرت نبی را کل ما شما میفهمیم در بارش خواندیم و سوال های در این مورد است که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پدرش کی بود را کل ما میفهمیم، مادرشان کی بود و کسایی که میفهمن الحمدلله، این چیزای سوال هاییست که ما شما همیشه یاد داشتیم و در جایش ایره تکرار نمی کنیم زیاد. به این ترتیب سوال جواب ما شما ادامه می داشته باشم و یک موضوع دیگر من خدمتتان عرض می کنم که آموختن دین قداری که ما می فهمیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کل ما شما را دانش دینی و کلگی چی است، از فرض است، واجب است که آدم دانش دینی خود زیاد کنه. سر این صحبت کردیم و حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که دانش اگر تا چین هم باشه شما پشتش برید. پس به این ترتیب همگی ما شما تا جایی که میفهمیم اگر ما پشت دانش بریم، دانش دامنش وسیست و هیچ وقت چی ندارد، تمامی ندارد و ما همیشه متوجه هستیم که دانش خود زیاد کنیم. به این ترتیب علمایی که ما
در حدود خود داریم، دور پیش خود داریم، کسایی که زحمت کشیدن، کسایی که درباره اسلام، درباره دیگه مسائل دینی کار و زحمت کشیدن، اینا واقعا کسایی هستند قابل احترام هستند، ولی که علما و ورثه الانبیا میگن و یا کسایی هستند که کار خود به حساب چی کردن، وقت خود، تمام توانایی خود در این صرف کردن که بتونن کمک شوه برای ما و شما و اینا راه را بر ما نشان بدن، راه پیغمبر صلی الله علیه و آله را راهی را که کل ما شما لازم است که بدانیم. و از این خاطر دانش علم بر هر مسلمان لازم است. حداقل اساسات دین باید ما کل ما یاد داشته باشیم و یک فرض است که کل ما شما باید فرض کفایه است که دانش دینی ما چی داشته باشیم. دانش دینی ما آمان وزه باشه که خداوند وقتی که ما از ما سوال میکنه باگه ما واجبه خود قسمت خود و اولادای خود با کلی تمام کردیم، یعنی تا جای گذور ما کشیده کار خود کردیم. و این در ذات خود یک موضوع بسیار مهم است که کل ما دیره بخاطر داشته باشیم. یک موضوع دیگه که امروزش ما متوجه شدم پس در سوالات برمیگردیم که هم باید گفته شوه که امروز ما چیز را دیدیم در چی متوجه شدیم در اخبار که در قسمت فلسطین سرنوشت مردم فلسطین امروز تصمیم گرفته میشه، در حالی که طرف اصل قضیه که فلسطینی ها باشن اصلا هیچ در جریان نیستن، رئیس جمهور امریکا با صدراعظم اسرائیل میشینن و یا اکسل یک جانبه را پیشنهادش و قسم یا تلقی میکنن که مگی یک قبول میکنه و تأسف بسیار دهی است که یروشلم یا بیت المقدس که ما شما میگیم بیت المقدس یه پایتخت اسرائیل اعلام میکنه و قراره که در گذشته هم شما شنیده بودین که ترامپ میگفت که ما ایره سفارت خود در اونجا جور میکنیم که همین کار چی شود؟ علنی شود و امروز ایره دوباره یاد کرد، یعنی سفارتشان در حال ساختن است. با این کار خود میخواهی نشان بده که ما اسرائیل را برسمیت میشناسیم و پایتخت شوازید برسمیت میشناسه، پایتختی که چی داره؟ پایتختیشه که پیشنهاد کردن ایران برسمیت میشناسه و از این یک چی میکنن؟ اطور فکر میکنن که یک موافقت بسیار کلانی را تلقی میکنن و از عربا میخواین و از کشورهای حرمی مخصوصا فلسطین و کل جهان که شما این سال را قبول کنین که یگانه راه نجات مردم فلسطین است. ما براتون بگویم به هیچ وجه به این صورت کس قابل قبول نیست و هر وقت که باشه این موضوع دوباره دربارش چی میشه، دربارش مردم در جایی که باشه احتجاج میکنن و این را قبول نمیکنن و ما این را همیشه متوجه باشیم که در این قسمت حق مردم فلسطین، حق مسلم فلسطین، مردم فلسطین 70 سال میشه که به میشکل کرد حق و سرنوشت مردم بازی کردن و نه تنها که سرنوشت فلسطین بازی میکنن، تمام ممالک اسلامی رو که ما میبینیم اینا به میشکل کرد سرنوشت مردم بازی میکنن و اینا هستن که در دنیا همی جنجال ها رو که ما شما میبینیم همی ها باعث شدن و زیادتر در این همی پیچیم مخواه برای شما ما گفتم که باعث مسلمان ها باید ما دعا کنیم که انشاءالله تعالی چی نشه، انشاءالله تعالی این کار عملی اگر عملی خود نمیشه یعنی خداوند کمک کنه با حال مسلمان ها که به این ترتیبیات دایی فلسطین خورد نکنن و مردم فریب نتن و رهبرا کسایی که در راست از این قضیه فلسطین قرار دارن اینا رو خداوند اما قدر توانایی بده که درک کنن که اینا هیچ وقت با مفاد اسلام کار نمیکنن و نکردن و این یک خنجر است که در قلب تمام مسلمان ها میخوره. بیت المقدس جای دیگه که قبله اول مسلمان ها بوده امروز ادعا میکنن که با تمام مانا پایتخت و کنترلش به دست اسرائیلیا و اینا میگن از خاطر که دیگران را خوش بسازن برای زیارت کل میتونه بیایه برای زیک مکان مقدس است، اما این حق اصلی مزدرال که یه مثل آفتاب باره روشن است که هر مسلمان یه جز عقیدهش است. حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که مسجد الاقصی یکی از مساجد است که
وقتی که شما در اونجا میرین نماز میخوانین در حدود 500 مرتبه شما اجر کمایی میکنین و همچنان توصیه میکنه بر ما میگه از خانیتان وقتی که میبراین به سی جای شما میتونین به قصد زیارت که میرین به سی جای به قصدش میتونین براین از خانیتان سفر کنین که یکیش خود کعبه شریف است مسجد یا حرم شریف است و یکم حرم خود رسول الله مبارک مسجد نبوی است و دیگهش همین مسجد الاقصی است که واقعا ما در سفر چند روز پیش داشتیم و رفتیم دیدیم جای واقعا دل آدم روشن میشه آرزو میکنه که آدم بتانه که با حساب بتانه که زیادتر این چیزها را مشاهده کنه و ببینه و هر مسلمان دیگه آرزو دارم که بتانن که اینجا سهم بگیرن و دیده همی صحبت که ما کردم و گوش یکی دیگه برسانیم و شما وظیفه اسلامی وظیفه ایمانی وجدانی ماست که نخ ما تا جایی که امکان داره از این جلوگیری کنیم صدای خود بکشیم به هر شکل شده و بر مردم حقایق بفهمیم که مسجد اقصی قبله اول مسلمان هاست و ای با مسلمان های تمام جهان تعلق داره و هر کس که معامله میکنه بدون مشوره و قبولی مردم فلسطین و دیگه جهان اسلام یک خیانت بسیار کلان است. دیگه ببینیم که عکس العمل دنیا در این قسمت چی میباشه و به می ترتیب ما پیش میریم میبینیم که گپ ما در کجا میکشه. از افغانستان ما که بگویم آرزو داشتیم که ما در قسمت انتخابات چیزی بشنیم و قرار که میفهمیم که انتخابات نتیجهش تا بالا معلوم نیست و مثل همهش سردرگم است و ما چی هستیم در قسمت در اینجا قرار داریم که ما از دیگرها باید بشنیم که با ما سرنوشت ما را تعیین کنن و این همی مشکل در کل دنیا ما شما میبینیم که ما از خود صلاحیت نداریم از خود داشتیم ممالک آزاد خود خطاب میکردیم و ما امروز متاسفانه به هر ترتیبی که هست ما امروز چی هستیم؟ ما قبول دارم که مملکت آزاد مملکت است که بتانه سرنوشت خودش تعیین کنه و خودش بتانه به حساب چی کنه؟ در رول داشته باش در زندگی خود و غیره و غیره. اما ما قرار که در افغانستان میبینیم این کار ما شما نتونستیم بکنیم و این خودی در ذات خود کلانترین ضربه است که امروز بر ما دیگرها به حساب چی میکنن تصمیم میگیرن و بر ما انتخاب میکنن و انتصاب میکنن و نامش میمونن دموکراسی و این در ذات خود خودش چیزایی است که ما میفهمیم که پلانا از کجا میه و چرا میایه. دیگه در این قسمت پیش میریم موضوع دیگه که مطرح است که ما از کلک خواهش میکنم که کسایی که الحمدلله به اسلام علاقه‌مند هستند و میخواین که معلومات علمی خود بالا ببرن معلومات دینی خود بالا ببرن امروز همین پروگرام های را که از طریق یوتیوب یا از طریق پروگرام های که از طریق فیسبوک لایف پخش میشه اگر ما بتانیم یاره تحقیب کنیم باور کنیم مثلا پروگرام های خوب ما شما پیدا کنم میتونیم که همش قابل استفاده است و از این تا جایی که آدم میتونه به حساب استفاده کنه و از موقعی که مساعد شده همین خود فیسبوک که ما میگیم در ذات خود بعضی کسا زدش هستن اما شخصا ما والا بسیار چیزهای مفید داشت میافیم برزی که انسانهایی که عالم هستن از طریق میتونن کده که دیگه چی کنن مکالمه کنن که دیگه خود گپ بزنن و ما از او مستفید شیم و ما ایرا شد پسد تایید میکنم که ما همیشه میتونیم که استفادات زیاد از این قسمت بکنیم. دیگه موضوعی که بسیار سرش پافشاری میشه ایست که ما خود ما باعث انسان هایی که زندگی میکنیم مسلمان هستیم الحمدلله در این شب و روز چی چلنج هایی را داریم در حدود مملکت خود در حدود فامیل های خود در حدود کمیونیتی که زندگی میکنیم ما چی رقم بتانیم که چی کنیم؟ ما به حساب مسئول زندگی کنیم مسئولانه زندگی کنیم و بتانیم خیر ما به دیگرها برسه و امروز قراره که میبینید افغانستان امروز در کابل زمستان که امسال آمده بسیار زمستان سخت است و ما این موضوع رو تازه میکنم
موضوع سوالات بود، سوالات زیاد است، میتونیم سوال جواب دوام بدیم، اما یه موضوع مهم است که بنیاد ایمان، بنیاد خیری ایمان که یک بنیاد کوچک می باشه که به حساب ما را در راستش چند نفر هستیم که پیش می بریم کارش و خاصی یک داوطلبان است، یک بنیاد است که در افغانستان در قسمت معدود کابل که میدونم شای باریکاب میگن فعالیت داره و در اینجا تعداد زیاد مردم ما هستن، مهاجرین نیستن که عودت کردن از پاکستان از دیگه جای آدم اینجا جای بجا شدن، اما خانه ندارن، بعضش خانه بر خود ساختن، بعضی کسایش برشان خانه ساخته شده، بعضی کسایش هنوز هم در خیمه هستن و اینا. واقعا ما در این قسمت فعال بودیم، مکاتب را جور کردیم، الحمدلله چند مکتب ابتدایه اساسش گذاشته بنیاد ایمان و کمک شما برادر آخوارای عزیز و مساجد را اونجا ما الحمدلله آباد کردیم با کمک شما و حتی خوارای ما برادرای ما از استرالیا و از همه جای پول فرستادن و مسجد ایمان ما بنا کردیم که قرار بود که مکسایش با خود داشته باشم، انشاءالله در پروگرام های بعدی میارم. و ای ما را میاره در این نقطه که در این مقطع زمان با چی ضرورت است که ما به حساب چی کنیم برای این بنیاد، از طریق از بنیاد ما چی کردن میتونیم بر مردم خود. امروز ما یک پکیج را به نام پکیج زمستانی یا کمک های زمستانی سرش کار میکنیم که ما بفرستیم در حدود 40 تا 50 فامیل ما، یعنی هدف ماست که اگر بتونیم یارا کمک کنیم. اگر کسی در این زمستان میتونه که میخواید که داخل خیر شود، هر پکیج در حدود 50 تا 55 دلار است و در این ما چی را گنجانیدیم؟ یک چری یا بخاری را، زغال به حساب داشت، برنج، آرد و روغن و بوره و چای و این را ما گنجانیدیم که با این فامیل های بی‌بضاعت که در این زمستان همین چری یا بخاری را متوجه باشین. کل ما شما در این کلان شدیم در خانه، در وقتی که بودیم در افغانستان اینجا ما همی چیزا را استفاده میکنیم و باعث گرمی ما شما میشد. از این خاطر اگر کسی میخواه که با ما در این سم بگیره، چای خوشحالی ما خواد باشه که بتانیم همی شما را هم داخل از این ثواب و خیر بسازیم و ما اطمینان میدیم که این کمک ها برشان میرسه و ما ویدیو از او تهیه میکنیم. باور کنیم که اگر شما 40 فامیل یا 50 فامیل کمک کنیم نه حد توان خود کلام گپ است، در فامیل حداقل 5-6 تا 7 تا 8 نفر است و با یک کمک که ما میکنیم در این زمستان سرد انشاءالله تعالی خیرش با کل ما شما میرسه. پس کسایی که میخواین در این قسمت کمک کنن میتونن با نمبر که سر پرده تلویزیون است، نمبر بنده است، هر وقتی که شما میتونین بر من زنگ بزنین و من انشاءالله خدمتتان هستم و کمک های شما رو دریافت میکنم. می فندیزم نیست، اما خواستم یک تایید کنم و تاکید کنم که اگر بتانیم در این قسمت ما کمک کنیم و کار بسیار نیک خواهد شد انشاءالله تعالی و خداوند شما رو در این قسمت چی کنه؟ خیر و برکت بده، ثواب و ثواب دنیا و آخرت نصیب شد. از این خاطر من انشاءالله تعالی منتظر دارم که شما تلفن بگیرم و در این قسمت ببینیم که در کجا میرسیم. من راپورش را برای شما میدم انشاءالله تعالی. این موضوع مهم است و موضوع دیگری که در اینجا سوالات دیگه هم است که ما مطرح کردیم، بعضی سوالات هم باز دوباره، بعضی سوال های کسی رو دوباره تاکید میکنیم، سرش پیش میریم. دیگه امیدوار هستیم که شما با ما باشین در این دقایق که هستیم، دیگه از این زیادتر استفاده میکنیم. یکی از حلالایی که خداوند خوش نداره، یعنی حلال است اما خوش نداره، فکر میکنیم که چی باشه؟ یعنی خداوند این حلال را که خوش نداره و ازش منفور است در حال که خودش حلال ساخته چی است؟ جالب است، اما شاید بفهمین جوابش چیست که طلاق است.
طلاق خود ما شما میبینیم در قرآن خداوند فرمایش طلاق داده به شرایطش ما میفهمیم که شرایطش هم گفته و در سنت حدیث پیغمبر در فقه ما شما میتونجانیده شده اما خداوند طلاق دوست نداره و تا جایی که امکان داره تشویق میکنه که ما بتونیم از طلاق دوری کنیم و برزی که طلاق باعث بربادی فامیلا میشه و کسایی که به حساب دیگر قدم میمانند باید خدا کنه که بتانن یک رای حل برای آینده خود و اولادای خود سراخ کنن و این کار درست است که ما شما به حساب چی میکنیم. سوال دیگه که هست دیگه که خواندن درکات سنتی که پیش از نماز فرض صبح میشه چی نام داره؟ و ایره کلی که ما شما میخوانیم و در کدام حالات خوانده میشه و در کدام حالات خوانده نمیشه. سوال بسیار جالب است و این سنت است که اگر میفهمین جوابش خوب نیفهمیم براتون بگم این سنت محکد است، سنتی که تاکید شده پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بر ما مختونده که پیش از درکات نماز صبح نماز فجر شما درکات نماز سنت بعد از اذان یا وقتی که نماز روا میشه بخونیم و این جمله سنت های محکد است و تا علما میگن که اگر شما نماز صبحتون قضا شد قضایی عزیرم بیارین، یعنی قضایی عزیرم بخواهید. همچنان اگر دست مسافرت هستین چون در مسافرت ما طرف خداوند این اجازه را داده می رخصت داریم که نمازهای چهار رکعت را که فرض از درکاتی بخونیم، حتی میگن در مسافرت هم اگر بخونین ثواب بسیار چی داره برای پیغمبر صلی الله علیه و آله بسیار تاکید کرده. سوال دیگه که است که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله در کدام تاریخ وارد مدینه شدن و مهاجر شدن؟ آیا این سوال است که کلی که باید یاد داشته باشه؟ سوال است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در سال اول هجری، یعنی سال هجری از هجرت شروع میشه و هفتم ماه ربیع الاول روز جمعه به مدینه داخل شد و بعض کسایی هفتم ماه که به مدینه شد ماه اول هجری قمری، یکی هجری شمسی است یکی هجری قمری است. هجری شمسی همیست که ما بیشتر یاد کردیم و هجری قمری که است هجری ماهایی که به سال مطاب سنجش میشه و ماهی که ماه قمری ماه اول تاریخ هجری قمری کدام است؟ این را از پیش شما اگه سوال کنیم قراره که گفتیم سال نو است، سال نو هجری شمسی است که از مال آغاز میشه، سال نوی سویست که از ماه جنوری آغاز میشه و سال اول هجری قمری از چی شروع میشه؟ از ماه محرم. ماه محرم که نه این شروع یا سال نو اسلامی گفته میشه و ایره باید فهمید. سوال دیگه وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داخل مدینه منوره میشه مردم با چند عقیده بودن، یعنی عقیده مردم با چند گروه تقسیم میشد؟ یام سوال است که جالب است، سوال مختلف است و البته مشرکین و یهودان بودن. باز مشرکین به نام مشرکین به کدام نام یاد میشدن؟ که در این جواب شمارتن مشرکین به دو طایفه که به نام عوس و خزرج چی میشدن؟ یعنی مشرکین به دو گروه تقسیم میشدن که عوس و خزرج اینا عربایی بودن که زندگی میکردن هم مشرک بودن در مدینه و گروه دوم یهودای مدینه میباشه که به سه طایفه تقسیم میشن و سه طایفه تقسیم شده بودن که بنی قریظه، بنی قاینقا و بنی نذیر. اینا قصه‌ای شده تاریخ رسول، تاریخ سیرت نبی یا دیده میتونید واضح و زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کسی تاریخش خوانده باشه سیرت نبی را یکی سال واضح و روشن قصه‌ای از آمده که یا چی کارهای را باعث شده. سوال دیگه فتح مکه در کدام سال و در کدام ماه واقع شد؟ تعداد لشکریان اسلام چی تعداد بود و امیر لشکر مسلمانان چی کسی بود؟ سوال فتح مکه است. فتح مکه مکرمه را در سال 8 هجری در ماه مبارک رمضان صورت میگیره و تعداد لشکریان اسلام چنانچه ذکر شده
و 10,000 نفر می رسیده و امیر لشکر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده که داخل مکه شدند که ما شما واقعی زیر می دیدیم که چی رقم با مردم رویه کرد، چی رقم عفا کرد مردم، چی رقم مردم را جمع کرد و چی اسلام قوی را با کمک خلفای خود و توفیق خداوند بود که بنا نهاد، تمدن اسلامی را دیدیم. و ما تا انشاءالله تعالی با زودی ما از طریق تلویزیون ایمان شروع میکنیم همین برنامه قیامت که خلاص شد، امی ارتوال کس یا تغرال میگنش میره حتما مشاهده میکنیم. از شب بعد از 8 بجه روزای هفته مانده میشه، فکر میکنم قسمت 4 تمام شد و قسمت 5 نمایش میده که به انگلیسی تاول به فارسی ترجمه نشده اما در زیرش سبتایتل داره. وقتی که خلاص شد ما زندگی حضرت عمر فاروق را دیدن و را برای شما میمانیم که به فارسی است. وقتی که مشاهده کنین به مکل اگه یه چی میکنم توصیه میکنم که ببینن سیریال ها و کسایی که از طریق یوتیوب هم میخواه ببینن هست در یوتیوب هم، اما از طریق تلویزیون ایمان برای شما ایره شروع میکنم. در این تقریبا مرور سیرت النبی و زندگی حضرت عمر رضی الله عنه را در او نشان میده. بسیار جالب است و بسیار اثرناک است و آدم از بسیار چیزها را میاموزه. این در حقیقت تاریخ اسلام در این خلاصه شده و ایره ما با کلگی توصیه میکنم زندگی حضرت عمر فاروق که یه چند وقت ما 4 پیش مانده بودیم، اما باز میخواییم دوباره ایره باریم و هرچی که آدم زیادتر میبینه چون شرایط تغییر کرده راستی راستی آدم لذت میبرسیم. سوال دیگه ایست که معنی لغوی و اصطلاحی جهاد چی است؟ سوال بسیار راستی اساس است و هر کس باید جواب داره. وقتی ما جهاد میگیم و تو ما فکر میکنیم شمشیر بگیریم وقت جهاد شد، اما جهاد در لغت به معنی کوشش، زحمت است، جد و جهد است، این جهاد است. در اسلام اسم در قسمت زیادتر که استفاده شده در قسمتی خداوند امر کرده که به جهاد برین به ضد کفار و در قسمتی خدا امر کرده، نه اینکه امروز به نام جهاد بیگناه را میکشن، برادر مسلمان خدا میکشن، خواهر مسلمان خرد و بزرگ نابود میکنن، نامش جهاد مانده. از این خاطر هیچ جهاد نیست و جهاد قراری که ما شما تعریف کردیم که جهاد با نفس است، که جهاد است که در راه خدا هم جهاد میکنه و جهادی که با نفس انسان داره این جهاد اکبر میگیره، یعنی مقامش بالاتر است از جهاد اصغر که کشته شدن. یعنی در قدیس که آدم وقتی در جهاد در راه خدا میره یک بار شهید میشه میره از این دنیا، عجل خود کمویی میکنه شکل نیست، اما جهاد با نفس همیشه دوام داره و از این خاطر و همیشه جهادیست که میگن فکر میکنن این کسایی هستن که یا به نام جهاد مردم مجاهدین که میگن کلگی را تعوین تحقیق میکنن، در حال مجاهدین در جای خود افتست نامش کسایی بودن که آخر جهاد کردن و میکنن و او رو خداوند میدن. این که دشمنای اسلام، دشمنای دین، دشمنای خاک ما شما اشکال مختلف تبلیغ میکنن، این در جای خود است. اما در این شکل نیست که به نام مجاهد هم بسیار خیانت ها شد، از نام مجاهد استفاده شد، از حق و حقوق مجاهد استفاده شد و استفاده بسیار کامل شد که امروز ما میبینیم مردم در این اسرا دارن و در دوبای در همه جای از کجا پول پیدا کنن. دیگه سوال که اینجا جالب است که از شما چی کنم که در روز جمعه دو آذان داده میشه، این با کدام اساس است که در روز جمعه دو تا آذان داده میشه؟ یکی آذان اول است و یکی آذان دوم. آذان اول این در مساجد ما شما بسیار رواج داره، در دیگر مساجد دیگر آذان میزن و این را کلی که میفهمه که آذان اول است که نماز پیشین داخل شده، نماز تانه بخونیم، نماز سنت تانه و نماز آذان دوم برای عزیز که خطبه خوانده میشه. دیگه ما فکر میکنم که سوالایی که من میخواستم سرش صحبت کنم من میاد پیشم کدام جایی از پیشم بی جای شد، اما سوالا رو مطرح کردیم. به هر صورت من فکر میکنم که امروز برنامه ما کوتاه میباشه، مشکلات جادو هم هست و فیسبوک هم هست. انشالله با هفته آینده اگه حیات باقی بود کاملا با موضوعات تازه و جالب پیش خدمت شما حاضر میشیم. از شما
آرزو دارم که تلویزیون ایمان همیشه سپورت کنین، پشتیبانی کنین، و چی پشتیبانی مادی باشه چی پشتیبانی معنوی، و ما را از ایرا بی نصیب نمانین از کمکایتان. واقعا با کمکایتان تلویزیون ضرورت داره، و این روزانه خیر که باز است در این شما فیلم های جالب میبینین، در این شما صحبت های بسیار جالب میبینین، و این بسیار زحمت کار داره. باور کنین که یک تیم هستیم الحمدلله که پیش میبریم، و خود کسایی که ما را کمک کردن در این قصال ها ما برشان دعا میکنیم که انشاءالله خداوند نیاره به حسناتشان ذره ذره کمک های کردن حساب کنه، و خداوند برای ما توفیق بده که بتانیم پروگرام های برای شما و حساب چی کنیم که مورد قبول شما باشه، مورد استفاده شما قرار بگیره. و این چیزی بسیار مهم است که کل ما در نظر داشته باشیم که انشاءالله تعالی کل ما رفتنیستیم از این دنیا روزه، و بتانیم یک چیزی یک توشی با خود ببریم. و با این صحبت ما امروز یکم کاری افکار ما فکر میگنم پریشانتر بوده، این رقم که لازم باشه. با هر صورت من شما خداحافظی میکنم، تشکر از این که با صحبت های ما توجه کردین. انشاءالله هفته آینده در خدمتتان قرار داریم و شما رو به خداوند کریم رحیم سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، روز و شب شما خوش باد.